سلام شاگردای خوبم، امیدوار هستم خوب باشین، درس های روز گذشته رو خوانده باشین، که حتما خواندین، کارهای خانگی خودم اجرا کردین. خب کی برای من میگه که درس روز گذشته میاد در مورد چی بود؟ بسیار عالی، در مورد مرض اسهال بود. ما ساختن چی رو یاد گرفته بودیم در موضوع درس مرض اسهال؟ بسیار عالی، طرز تهیه چی را؟ او آر اس یاد گرفته بودیم. خب برای ساختن وارس چند گلاس آب آشامیدنی ضرورت داشتیم؟ بسیار عالی. چند گلاس آب آشامیدنی ضرورت داشتیم؟ 4 گلاس. بسیار عالی. 4 گلاس آب آشامیدنی منظور از آبی که جوش داده شده باشه و بعد از او سرد شونی، یا آب آبای سیهی ده، مثل آبی که مثلا ما شما از بازار میخریم ده بوتلانه. خب دیگه چقدر نمک ضرورت داشتیم؟ نیم قاشق. بسیار عالی، نیم قاشق نمک. و چند قاشق بوره ضرورت داشتیم؟ 6 قاشق. بسیار عالی. ما این مواد کلش چی میکنیم؟ مکس میکنیم. ما بعد از او را چی میکنیم؟ به وقت به وقت ضرورت برای اطفال که ایسال بودن میدادیم. نه؟ یعنی وقتی که اطفال ایسال میشن آب وجودشان چی میشه؟ آب وجودشان کم میشه. باید ما وقتا از چی؟ از محلول ORS برای از اونا چی کنیم؟ استفاده کنیم تا که آب وجودشان چی نشود؟ کم نشود. خب بسیار عالی. همین که گفتیم آشامیدنی، کلمه آشامیدنی را ما روز پیش خواندیم. نه؟ کلمه آشامیدنی را کی برای من میگه که همین کلمه آشامیدنی ما چند بخش داره؟ بخش کنیم. آشامیدنی چند بخش؟ 5 بخش. بسیار عالی، 5 بخش داره. بسیار عالی. خب درس روز گذشته رو شما یاد داشتین. حالا مراجعه میکنیم به درس نو. خود درس نو ما درس چندم است؟ 39 است. با موضوع درس ما چی است؟ سوختگی با آب جوش است. قسمت شما در تصویر میبینین با صفحه کتاب ما 183 است. خب در تصویر شما چی رو میبینین؟ در اینجا یک تفلک است. در آبدان بخاری رو چی کرده؟ شیردانش رو باز کرده و دستش چی شده؟ سوخته. و در اینجا مادر جانش چی میکنه؟ آب سرد سرش میریزه. بسیار عالی. خب شما دیدین که این تفلک در آب چی سوخته بود؟ در آب جوش سوخته بود. اول خب ما باید کوشش کنیم که اطفال از پیش ما نسوزن. اما اتفاقا اگر اطفال میسوزن با آب جوش، باید ما چی کنیم؟ شما چی کارا میکنیم؟ خب از کریم دندان استفاده میکنیم. دیگه چی میکنیم؟ کچالو میمانیم. خب نه، نباید ما این کارا رو بکنیم. وقتی که دست کسی در آب جوش میسوزه، باید ما در قدم اول مثل که مادر اینجا نشان داد، ما چی کنیم؟ دست از دور در زیر گریان آب سرد برای یک مدت بگیریم تا ای که دردش آرام شوه، و همچنان کوشش کنیم که آب و قدر زیاد سرد نباشه، به خاطر که اگر سرد زیاد سرد بود باز آسیب زیادتر میشه. و بعدا او را باید به پیش دکتر ببریم، مراجعه کنیم به پیش دکتر و توصیه که دکتر میکنه مطابق توصیه دکتر باید ما چی کنیم؟ عمل کنیم. خب حالا ما و شما این متن میخوانیم، میبینیم که در متن در مورد سوختگی برای ما چی گفتن. دقت کنید، درسای آخر کتاب است، شما حالا دیگه خواندن نوشتن یاد گرفتید. خب سوختگی با آب جوش ممکن است برای هر کسی خصوصا اطفال اتفاق بیفتد. ما باید مراقب باشیم تا سوختگی واقع نشود. در صورتی که سوختگی واقع شد، قدم اول برای درمان آن ریختن آب سرد. آب سرد چی؟ آب سرد پاک روی محل سوختگی است. آب نباید خیلی سرد باشد، زیرا باعث آسیب بیشتر می شود. ما نباید از کریم دندان یا چیزهای دیگر غیر از دوای دکتر برای درمان سوختگی استفاده نماییم. خب متن خواندیم، شما در متن کدام مشکل ندارین. حال شما برای من میگین که در این متن ما چند دانه سوختگی ذکر شده. خب بسیار عالی. میبینیم در جمله اول ما، این در اول جمله چی است؟ سوختگی. سوختگی ببینید، سوختگی چند بخش داشت؟ 3 بخش. بسیار عالی، 3 بخش داشت.
خب در جمله دوم ماده کجا سوختگی آمده؟ اند اینجا سوختگی پیش از کدام کلمه آمده؟ پیش از کلمه واقع. سوختگی در اینجا چند حرف داره؟ حساب میکنیم. 1, 2, 3, 4, 5, 6 شش حرف، یعنی شش صدا هم داره. صداهایش هم میبینیم که سوختگی چند صدا داره. بازی را ما و شما بخش میکنیم و همچنان به صداها این چی میکنیم؟ تجزیه میکنیم که سوختگی شش صدا داره یا هفت صدا داره. خب در جمله سوم ما در کجا سوختگی آمده؟ این اینجا سوختگی پیش از کدام کلمه واقع؟ اینجا پیش از کلمه واقع آمده. خب دیگه در کجا سوختگی آمده؟ در جمله دیگه، در جمله چهارم میبینیم سوختگی در پیش از کلمه، بعد از کلمه چی آمده؟ محل. با پیش از کلمه چی؟ است. اینجا سوختگی آمده. بسیار عالی. میبینیم که دیگه در کدام جمله ما سوختگی آمده؟ بسیار عالی، در جمله آخر سوختگی. اینجا کلمه سوختگی ما پیش از کدام کلمه آمده؟ کلمه استفاده. بسیار عالی. بعد از کدام کلمه آمده؟ بعد از کلمه چی؟ درمان. بسیار عالی. خب این متن ما شما خواندیم، شما یک بار دیگه هم این متن پیش خود بخونین و ببینین جایی را که مشکل دارین، لغات را که نمیفهمین از من بپرسید. حالا میاییم که امی دو کلمه که بسیار مهم است، یک سوختگی یک مراقب، این ما شما چی میکنیم؟ این را اول بخش بندی میکنیم و بعد از او به صداها تجزیه میکنیم. ببینید سوختگی، سوختگی چند بخش داشت؟ سه بخش. بسیار عالی. سوختگی سه بخش داشت. صداهایش رو میبینیم. بخش اول سوخت، سه او خ. بخش دوم ت ا. بخش سوم گیه، یعنی سوختگی. چند بخش داشت؟ سه بخش. 1, 2, 3 چند صدا داشت؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 هفت صدا داشت. حرفایش اینجا شما دیدین که چند حرف داشت؟ 1 حرف 2 حرف 3 4 5 6. اما چند صدا بود؟ هفت صدا بود. حالا میاییم کلمه مراقب ما و شما اول بخش میکنیم و بعد از او به صداها تجزیه میکنیم. مثلا میبینیم مو را قب چند بخش شد؟ سه بخش. مو را قب چند بخش شد؟ سه بخش شد. بسیار عالی، سه بخش داشت. حالا میبینیم که هر بخشش هم ما و شما به صداها تجزیه میکنیم. ببینیم مو م او را ر آ قب قی ای ب مراقب. ببینیم مراقب ما چند صدا داشته؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 صدا داشته. یعنی سه بخش داشته و هفت صدا داشته. بسیار عالی. آله ما میبینیم که بعض حرفایی را که شما خواندین به او خودتان کلمه بگین. مثلا به حرف خ کدام کلمه را میتونیم بگین؟ این کدام خس؟ خیه که غیر آخر است. مثلا در اول اگر بیایه خانه، بسیار عالی، مثل خانه. در خیه آخر کی جمله یک کلمه میگه؟ بسیار عالی، مثل کاخ که در آخرش خیه آمد. در کلمه قه کی یک جمله میگه؟ قه غیر آخر. مثلا قلم، بسیار عالی، بسیار عالی. در قه آخر کی یک کلمه میگه؟ بسیار عالی، مثل چی؟ تفریق. مثل چی؟ اتاق. مثل چی؟ اخلاق. کلش دو چی میاید؟ قه آخر. بسیار عالی، شما کلش اینا را خودتان یاد داشتین، کلمات بسیار خوب گفتین. تشکر از توجهتان. درس که امروز ما و شما خواندیم در مورد چی بود؟ در مورد سوختگی با آب جوش بود. وقتی که خدای نخواسته کسی در خانه با آب جوش می سازه، در قدم اول ما باید رو چی کنیم؟ دست دور بود یا پایش سوخته بود یا دستش، هر جای وجودش که سوخته بود، باید ما در زیر جریان آب سرد به یک مدت او را قرار بدیم و بعد از او باید به دکتر مراجعه کنیم و پیش دکتر ببریم تا اینکه مطابق هدایت دکتر چی کنیم؟ ما عمل کنیم. خب و همچنان کلمات نو که بود سوختگی بود، مراقب بود، شما اونا را بخش بندی کردیم، به صداها تجزیه کردیم، کارتان یاد داشتیم. بسیار عالی، درس امروز یاد گرفتیم و باز هم در خانه شما درس تکرار کنین و کار خانگیتان امی هست که با همی حرفایی که اینجا داده شده، مثل که در این تخته برتان نشان دادیم، مثل کدام حرف هست؟ خ و ق. در اینا چی میکنین؟ شما کلمات نو نو نوشته میکنین
که امی عرفا چی بیاید، ده اول هم بیاید، ده آخر هم بیاید، ده وسط کلمه ها هم بیاید. شما چی نشته کنین؟ کلمات جدید هم نشته کنین، روز دیگه بیارین، میدیدیم، باز کار میکنیم، اونا رو باز بخش بندی میکنیم، باز اونا رو به صداها تجزیه میکنیم. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما. امیدوار هستم که لذت برده باشین از درس امروز، کارهای خانگی خود انجام بدین، درس هم در خانه بخونین. تا روز آینده، خداحافظ و ناصرتون.